دوستان من حاضرم. من همیشه سوال میکنن که چی شد که به طرف موسیقی رفتی؟ برام خیلی جالبه چون که همیشه آدم تو ذهنش این مسئله رو مرور میکنه، ولی این که بخوای تو جزئیاتش که چی شد، چی کسب کردی و چی نگاه میکنی اصلا، چی به دست آوردی، این چیزیه که انگاره که من میخوام این زندگی شیرین رو اعتراف کنم. وقتی که الان ساز دست میگیرم یاد اولین روزایی میفتم که ساز دست گرفتم. فکر کردم که هیچ چیزی برام عوض نشده، یعنی باز مثل یک کودکی هستم که ابزاری دستمه که فکر میکنم باهاش باز باید جستجو کنم، کشف کنم، عشق بورزم. حالا باید از یک تاریخی بگذاریم، از یک زمان طولانی بگذاریم، ببینیم که واقعا این ساز منو به کجاها برد؟ من سازو نواختم یا ساز منو نواخت؟ شاید بعداً یه فرصتای دیگه باشه آدم تجربه‌ای نکرده شد توضیح بده، ولی تجربه‌هایی که کسب کردم انقدر برام جذابه که همیشه از توش به مسائل تخصصی موسیقی اشاره کرد و همیشه از زندگی که باعث به وجود آمدن این آثاری شده یا این قطعاتی شده که من ساختم. آموزش موسیقی نمیتونه فقط یه حالت خیلی خشکی داشته باشه. البته به نظرم هیچ درسی نمیشه، ولی موسیقی از راست که اصلا نمیشه. شما ساز از روبرو میبینید، نوازنده از این جهت میبینه. حالا من این ساز نگاه میکنم، تمام زیبایی‌هاش و توازنش و همه چیزش به من یه حس خوب میده. اشتباه نباید باشه در انتخاب ساز. حالا بستگی داره که ما برای یه بچه میخوایم ساز بخریم یا برای یه بزرگ. موسیقی های سنتی در ذاتشون سازی نیستن. غیر ممکنه یک نوازنده سنتی حتی وقتی رو ساز داره به شعر فکر نکنه. ای آن که بر اسب بقا از دیر پانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. وقتی میری کلاس و دانشگاه اینا به شما تجربیات تاریخی رو یاد میدن. در هیچ جای دنیا آهنگساز درست نمی کنن. دستگاه نوا برای من یه ساختمانه. نگاه میکنم درآمد داره، جامدران داره، کرشمه داره، گوشه نهفت داره و همینا. یه ساختمان اولش میسازم تا
که از موتیف های اول این گوشه ها شروع میشه. شما پیدا کنید با فیلم چیکار کنید. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم، پاش مریض میشم. موسیقی فیلم فقط موسیقی نیست، موسیقی به اضافه تمام اصواتی که توش اتفاق میافته. حتما نباید یه ایرانی جلوم بشینه یه فارسی زبان که من دلم با دلش یکی بشه. من جلوم یک انسان میشینه، یک هنرمند میشینه و ما با هم انگار که در قرون گذشته متولد شدیم و الان داریم همدیگر میبینیم. اصل قضیه روحیه و روح انسان هاست که میخوان از اقصی نقاط جهان با هم ارتباط داشته باشه. همیشه مثلا چند متر جلوتر از این واقعی است که الان داره اتفاق میفته. من کوش بدم یه موتیو کوچیک به من یکی بده. دای 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 دا دا دارم، مثل که داریم یه چیزی رو خبر میکنیم. در تمام موسیقی دنیا این یه اصله، شما بتونی که بست و گسترش بدی. اگر روزی بشینم و موضوعی برای کار نداشته باشم، یه پرسه میزنم تو شهر خودم. هنرمند کسیست که هر نفس خودش رو تجربه میکنه و اصلا خودش رو به این تجربه میسپاره، ترسی از این نداره. ببینید وقتی که این سیمهای حتی ناکوک خیالتون رو با وجود خودت یکی میکنی، از توش چیزایی میشنوی که دیگران نمیشنن. زندگی کوتاست، تمام اون بلندیش و اون کیفیتش رو تو بهش بدی و من میخوام این موضوع رو برای شما نقل کنم و شما رو شریک کنم در این سفری که داشتم. من حسین علیزاده هستم
و یک صفحه نو در موسیقی براتون باز می‌کنم.